انسان‌ها در شرایط سخت به شناخت بهتری از خودشان می‌رسند. خیلی وقتا احساس می‌کنم که خورد شدم. فکر می‌کنم خیلی از همکارام هم همین احساس رو دارن. وقتی بیماری با زندگی وداع می‌کند. در این بحران ویروس کرونا، بیمارستان رویال لندن و کادر درمان آن منعکس کننده شرایط این دوره دشوار است. تیم پزشکی بخش مراقبت‌های ویژه در زمان کوتاه استراحتشان از آنچه در این مدت بر آنها گذشته برایمان می‌گویند. به ما اجازه ورود به بخش مراقبت‌های ویژه را دادند، اما قبل از ورود باید تجهیزات حفاظت شخصی داشته باشید. اینجوری و اینو حالا از جلو ببندیم. اینجوری وقت من از پشت میبندم. دکتر ذوالفقاری به من نشون داد که چطور باید این وسایل تجهیزات شخصی رو استفاده بکنم، ولی حالا به خاطر اینکه نیاز دارم به حضورش در بخش آی سی یو باید ما رو ترک بکنم. سایزه شما؟ اینجا شاهد شکننده بودن زندگی بودیم. و شاهد قدرت آن. اما این پایان نگرانی ها نیست. خیلی به پرستار بیشتر لازم داشتیم، دکترای بیشتر لازم داشتیم. به ظاهر آرام به نظر می رسد، اما در واقعیت در حالی که بیماران زیر دستگاه تنفس مصنوعی در رویا و توهم آرمیدند، پزشکان و پرستاران با همه توان با این بیماری بی‌رحم که با سرعتی نگران کننده ریه انسان‌ها را می‌بلعد دست و پنجه نرم می‌کنند. اما کادر درمان از جمله دکتر پرجام ذوالفقاری نگرانی‌های خودشان را دارند. کار خیلی زیاد بوده. نگرانی این که خب از همه پرستارا و تیم خودمون مواظبت کنیم که مریضی نگیرن. ما خیلی نگران بودیم اون اولا و خب مریضامون هم که اومدن تو بیمارستان همه خیلی بدحال بودن و از این مریضا رو از این مواظبت میکردیم. خب کار خیلی زیاد بوده و چیز دیگه هم این بود که خانواده مریضا نمیتونستن بیان بیمارستان که ببیننشون و اون خیلی سخت بوده واسه هممون اینجا، ولی خب نمیخواستیم که این مریضی بره توی خانواده هاشون و اونا بیچاره مریض بشن، واسه همین این کار کردیم و خب از اون نظر فشار آورده. و خودم اولایی که کرونا وایروس من خودم گرفتم و خانوادم دخترم گرفت و خانومم گرفتم، ولی خدا شکر ما بد نبود، یعنی انگار که سرما خوردگی تقریبا گرفتیم. دکتر ذوالفقاری گاه ساعت‌ها بی‌وقفه در بخش مراقبت‌های ویژه مشغول است. برای فیلمبرداری از همه بیماران و خانواده‌هایشان اجازه گرفته شده. علائم حیاتی این بیمار 55 ساله کریشنا پیلای یوگان وخیم‌تر شده. کادر حرفه‌ای درمان هر کدام با سال‌ها تجربه خود اطراف این تخت جمع شدند و با تمام توان و با سرعت برای نجات جان بیمار تلاش می‌کنند. این آخرین شانس او برای زندگی است. برای آخرین راه حل با خواباندن بیمار روی شکم تلاش می کنند به ورود هوا داخل ریه و رسیدن اکسیژن به بدن بیمار کمک کنند. این تنها کاری است که می توانند انجام بدهند. زمان تماس با خانواده بیمار است. پرستار بکی اسمید چشم و گوش بستگان غایب در بخش کووید 19 آی سی یو است. اساسا ما تصمیم میگیریم که آیا ادامه دادن به این کار مناسبه یا باید بگذاریم لحظه های آخر را در آرامش باشه. استرس فعلی این تیم نمونه ایست از استرس های چند برابر بیشتری که در هفته های گذشته و در روزهای اوج این بیماری با آن روبرو بودند. پرستار کارلین کلی شاهد آن روزهای سخت بوده.
خیلی وقتا احساس میکنم که خورد شدم. فکر میکنم خیلی از همکارام هم همین احساس رو دارن. از پا درتون میاره وقتی میخواین بخوابین بهش فکر میکنین. وقتی بیدار میشین با شماست. برای شیفت بعدیتون آماده میشید. از اینکه شیفت قبلی تموم شده یه نفس راحت میکشید. ناراحتین. فشار عاطفی بزرگیه. دوره ای از زندگیمونه که هرگز فراموش نخواهیم کرد. خیلی پرستار بیشتر لازم داشتیم، دکترای بیشتر لازم داشتیم، ولی در این موقع هم میدونستیم که کارهای دیگه کمتر خواهد شد، مثلا کارهای اتاق عمل، کارهای بخشهای بیمارستان کمتر خواهد شد، مخصوصا مثلا بخشهای اطفال، چون که میدونستیم که این مریضی توی اطفال زیاد نیستش. واسه همین تمام پرستارها و دکترها از بخشهای جراحی اطفال از دندون پزشکی اومدن به ما کمک کنن. یه کاری کردیم که خب پرستارا، دکترای بخشای دیگه خب یه مقدار الان چیز گرفتن که چجوری تو اینتنسیو کر کار بکنن و یه برنامه ریختیم که خب مثلا اون پرستارا و پزشکا خب واسه یه مدتی بیان توی اینتنسیو کر، مثلا یک ماه در سال بیان توی این بخش ببینن چی ما چی کار میکنیم، چجوری با مریض مواظبت میکنیم، که خب یادشون بمونه که اگه این اتفاق افتاد دوباره ما بتونیم همچی کاری رو دوباره میتونن بیان به ما کمک کنن. گاهی اوقات پیدا کردن نوری در تاریکی دشوار است، اما امروز فعالیت در بخش مراقبت های ویژه بیشتر از همیشه در جریان است. دستگاه کمک تنفسی بعضی از بیماران برداشته میشود، نشانه ای از نوع خاصی از بهبود. التیام بدن. هوشیار از دستگاه کمک تنفسی به خواب می روند. و این دستگاه تقویت صدا دیگر سکوت نمی کنند. زندگی ترور اسمیت با یک لوله پلاستیکی که برای تأمین اکسیژن مورد نیاز بدنش به گلوی او وارد شده بود نجات پیدا کرد. اکنون نور زندگی بر ترور که در اعماق تاریکی قرار داشت میتابد، اما شکست هایی هم هست. متاسفانه آن شب کریشنا پلای یوگان درگذشت. دیشب متاسفانه ما 4 تا مریض از دست دادیم توی بخش مراقبت های ویژه و خب خیلی ناراحت شده. توی این 2 ماه اخیر ما خیلی از مریض ها را از دست دادیم. کادر درمان امیدوار است با تجربه‌ای که در این مدت کسب کرده بتواند در آینده همه گیری های مشابه را بهتر کنترل کند. فتانه فرج‌اللهی، BBC.